آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در ایران زیر سایه همگیری کرونا و گرانی نوشت افزار. اعتراض معلمان در نقاط مختلف کشور همزمان با بازگشایی مدرسه ها ادامه دارد. پنجه شما به وقت ایران به نیکی. خبرهای از ایران و جهان رو در دو ساعت پیش رو با هم مرور خواهیم کرد. در ادامه مجموعه خبری، اجرای حکم 4 سال زندان مهدی محمودیان در واکنش به اقدام او برای شکایت از مسئولان بحران کرونا. همزمان ابراهیم رئیسی در وعده غیر قابل تحقق مدعی شد تا چند روز آینده 70% جامعه واکسینه می شود. تجمع اعتراضی شماری از اهالی شهرستان سیروان در برابر زندان تهران بزرگ. معترضان از چگونگی جان باختن امیر حسین حاتمی در زندان می‌پرسند. و صعود تاریخی تیم ملی فوتبال زنان ایران به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا. ایران در ضربات پنالتی اردن را شکست داد. سوم مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید در ایران همزمان با ادامه همه‌گیری کرونا و در کنار تجمعات اعتراضی معلمان در بسیاری از شهرهای کشور. امروز در تهران، البرز، خراسان شمالی، کرمانشاه، فارس، کردستان، خوزستان و کهگیلویه و بوی رحمت معلمان کشور در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی و وضع معیشتی خود تجمعات اعتراضی را ادامه دادند تا شاید مطالبات خواسته هایشان شنیده شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد بحث آموزش و پرورش به ویژه معیشت فرهنگیان دستخوش مناقشات و گروکشی‌های جناح‌های مختلف حکومتی بوده و محلی برای تسویه حساب‌های حزبی و باندی شده است. این نهاد صنفی می‌گوید گسترش خصوصی سازی، پولی و تجاری سازی آموزش، کیفیت زدایی از آموزش، بی‌توجهی به اصل 30 قانون اساسی و آموزش رایگان به ویژه در دوران آموزش مجازی موجب ترک تحصیل میلیون ها کودک در سن تحصیل شده است. توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی، آزادی معلمان زندانی و بازگشت به کار معلمان اخراجی از دیگر مطالبات تشکل های صنفی معلمان است. ارباب جمعی این دوستان هستیم و این درد روی دوش ماست. چگونه ممکنه که نبینن و حس نکنن؟ و اگر حسن نیت دارن و اگر نمیشنفن، اگه حسن نیت دارن دستکم در میان ما حاضر باشن. خواهش میکنیم
موسی فرزانیان رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم و تحریر تهران میگوید واحدهای تولید کننده نوشت افزار به خاطر حضور غیر فیزیکی دانش آموزان در مدرسه ها تنها 20-30% سال گذشته فروش داشتند. همزمان رسانه های داخل ایران از انتقاد خانواده ها از گرانی لوازم و تحریر گزارش میدهند و میگویند بازار فروش نوشت افزار هم به رکود دچار شده است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید بازگشایی حضوری مدارس به واکسیناسیون دانش آموزان وابسته نیست. معاون وزارت بهداشت اضافه میکند واکسیناسیون نوجوانان 12 تا 17 سال جزء برنامه های این وزارتخانه نیست. او توضیح میدهد تزریق برای سنین 17 و 18 سال انجام میشود و برای آنها واکسن سینوفارم و سوبرانا استفاده خواهد شد. روز گذشته یک نماینده مجلس در واکنش به انتقادها از تزریق واکسن سینوفارم به کودکان گفت مسئولیت تعیین واکسن با وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست و ربطی به سازمان بهداشت جهانی ندارد. دو میهمان در این بخش ما را همراهی میکنند. عزیز قاسمزاده فعال صنفی فرهنگیان از رودسر و رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان که از تهران با ما هستند. خیلی خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. آقای قاسمزاده اجازه بدید با شما شروع بکنم، به دلیل اینکه امروز خود شما شخصا در یکی از این تجمعات حضور داشتید و از نزدیک شاهد بودید این تجمعات و اعتراضات رو. در چند ماه گذشته ما همچنان هر روز می‌دیدیم که معلمان معترض هستند به وضعیت معیشتی خودشون و البته وضعیت رتبه بندی. خواسته ها و مطالبات اصلی که مطرح میشه چی هست؟ به نام خداوند، با عرض سلام خدمت شما، خدمت آقای بوداغی و همه بینندگان عزیز. برنامه امروز به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روی 4 محور در واقع انجام شد. بحث انجام دقیق رتبه بندی، حمایت از کارنامه سبزها، همسانسازی در واقع حقوق شاغلین بازنشستگان و دفاع از معلمان صنفی زندانی. امروز در واقع به دعوت شورای هماهنگی در سراسر ایران معلمان آمدند که بر این خواسته‌های خودشون تاکید ببرند. بسیار آقای بوداغی، خب بارها دیدیم که وعده حل مشکلات معلمان داده شده در چند وقتی که اعتراضات شکل گرفته بود. آیا اساساً بودجه آموزش و پرورش اجازه میده که رسیدگی به مطالبات و خواسته های معلمان تحقق پیدا بکنه؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، بینندگان ارجمند، همکارانتون و همچنین جناب آقای قاسمزاده، دوست عزیز خودم. ببین، بودجه آموزش و پرورش امسال میگن 80,000 میلیارد. برای انجام رتبه بندی خود آقای منادی میگه که 180,000 میلیارد تومان بودجه نیاز هست. با توجه به این گفته ها امکانش نیست. یعنی من این رو باید خدمت همکارانم در سراسر کشور عرض کنم، تا نیان تو خیابان، تا فریاد نزنن، مسئولین کشور به هیچ عنوان تن به این خواسته ها نمیدن. در همه دنیا ببینید رسم بر اینه، اصناف با فشاری که به حاکمیت میارن اونو وادار به عقب نشینی میکنن و حاکمیت درخواست مذاکره با مسئولین اصناف میکنه. خب مسئولین جمهوری اسلامی تا این فشار رو احساس نکنند راضی به مذاکره با مسئولین، با معلمان و عقب نشینی نخواهند شد. آقای بوداغی، خب پس توضیحاتی که شما میدید و با توجه به اعتبارات و منابع مالی دولت اگر بخوایم نگاه بکنیم، به این معناست که ما باید شاهد ادامه و حتی گسترش این اعتراضات باشیم در چند وقت آینده؟ بله قطعا. شورای هماهنگی در پایان بیانیه‌ای که قطعنامه‌ای که صادر کرده نوشته در صورتی که حاکمان جمهوری اسلامی تن به خواسته های فرهنگیان ندن، ما همچنان ادامه خواهیم داد. این چیزیه که تصمیم شورایی تشکل هاست. شورای هماهنگی با رأی اکثریت این رو مصوب کرده، یعنی با رأی 100% این رو مصوب کرده که چنانچه حکومت، دولت تن به این خواسته های به حق فرهنگیان نده، همچنان ادامه خواهد داشت. آقای قاسمزاده، خب حالا با توجه به اینکه این اعتراضات همزمان با آغاز سال تحصیلی همچنان ادامه داره پیدا میکنه و گسترش هم داره پیدا میکنه به شهرهای مختلف، آیا فکر میکنین که تحت تأثیر قرار خواهد داد وضعیت آموزش کشور رو؟ چه چشم‌اندازی رو پیش بینی میکنید از اون؟ ببینید، ما بارها این مطلب رو
گفتیم که بحث مطالبه‌گری به دنبال نتیجه زود هنگامش نیست. خود مطالبه‌گری و مطالبه کردن یه حقی است انسانی که باید مدام انجام بشه. اما یک اشتباه بزرگی که به لحاظ محاسباتی حاکمیت داشته این بوده که تصوری میکرده این تجمعات رو افراد خاصی به وجود میارن. به عنوان نمونه همین آقای رسول بوداغی که 7 سال زندان بدون مرخصی بوده و دوستان دیگه که زندان بودن، آیا این تجمعات خاموش شد؟ یعنی الان معلمین ما داریم، آقای بهشتی زندان بوده، آقای عبدی، آقای حبیبی، دوستان دیگه الان زندانی هستن، همین الان آقای غلامی در شیراز زندانی شده، دوستان دیگه ما آقای یعقوب یزدانی در خراسان شمالی، نمونه زیاده، آقای عبدی زندان هست. بحث اینه که یک پرسشی که حاکمیت در واقع باید از خودش داشته باشه، آیا این تجمعات قائم به اشخاص هست که با مجازاتش در واقع خاموش بشه؟ بایستی حاکمیت تجدید نظر بکنه در شیوه و منش خودش و آزادی رو اگر به عنوان یک حق شهروندی نمیپذیره، به عنوان یک روش زمامداری بپذیره که بتونه بحرانهای خودش رو که انواع اقسام بحرانهای ناکارآمدی، بحران مشروعیت، بحران مشارکت و بحران ناکارآمدی، انواع بحران هست، اینا رو تا اندازه حل بکنه. من تصورم اینه که اگر این مطالبات پاسخ داده نشه، فارغ از این که با کسانی که اینها تصور میکنن که باعث به وجود آوردن این در واقع کنش های میدانی هستن، این کنش ها ادامه خواهد داشت. و جالب این هست که این نکته هم خدمت شما بینندگان بگم، شورای هماهنگی به دلیل مسائل کرونا امتنا میورزید که از این که دعوت به تجمع بکنه و بارها زیر فشار بود، زیر نقد بود که آقا چرا دعوت به تجمع نمیشه، و ما میگفتیم با توجه به وضعیتی که کشور ما داره شاید صلاح نباشه، اما دیدیم که تجمعات خودجوشی در کشور شکل گرفت. این نشون میده که این تجمعات قائم به این شخص نیست که با مجازات کسی در واقع تعطیل بشه، و بنابراین تنها راه این است که حاکمیت در واقع به قانون تن بده و بخشای تعطیل کرده قانون خودش و مصوبات مثل همین رتبه‌بندی، این رتبه بندی چیزی است که مصوب شده، متاسفانه اجرا نشده، به شکل بسیار ناقص اجرا شده. برای اجراش این معلمان در واقع تغییر میشن، هر کدوم از این معلمان در سال 3-4 برابر دانش آموزان امتحانهای بی حاصل میدن، امتحانهایی که معلوم نیست که ته این امتحانات چیه، برسه یا تشویقهایی که از مقامات میخوان، خب این مقامات که خودشون ناکارآمد هستن، تشویقی اونا چه گیری در واقع از آموزش پرورش در واقع برمی‌داره که بتونه معلم در رتبه خودش رو از این طریق اضافه بکنه. بنابراین بایستی کار اساسی کرد، به این مطالبات پاسخ داد. اگر هم دوستان که در تصمیم سازی هستند میخوان که روی اعتراضات رو کمتر ببینن، لازمش این است که به مطالبات پاسخ منطقی بده. خب آقای بوداغی، در کنار اینکه حالا عدم حضور معلمانی که اعتراض میکنن در مقابل ساختمان‌های وزارت آموزش و پرورش و عدم حضورشون در کلاس‌های درس که به هر حال مختل میکنه وضعیت آموزش کشور رو، یک بحث دیگری که مطرح است این است که در بسیاری از مناطق محروم و مناطق حاشیه‌ای کودکان نه تنها دانش آموزان نه تنها به اینترنت دسترسی ندارن، بلکه بسیاریشون به تبلت و کامپیوتر برای آموزش غیر حضوری هم دسترسی ندارن. به چه سمتی خواهد رفت؟ چطور خواهد شد این وضعیت؟ بله، هر ثبت حضور شما، جمهوری اسلامی اعلام کرده که وزارت آموزش پرورش گفته، سرپرست وزارت گفته که در نیمه دوم آبان ماه میخوان مدارس رو به طور حضوری بازگشایی کنند. هم به مرور و بعد از آبان هم به مرور. پس این نتیجه میگیریم که تا مدت‌ها دانش آموزان و معلمان باید به اصطلاح از گوشی استفاده کنند. اگه قراره که آنلاین برگزار بشه، اولا در تمام بیشتر کشورهای دنیا حتی غذا در زمانی که قرنطینه بودن در دوران کرونا، حتی غذا رو هم براشون میبردن، میگفتن فقط شما بیرون نیاید. حالا جمهوری اسلامی از این کرونا متاسفانه سوء استفاده شدیدی کرد، پول آب و برق و همه چیز رو هم گرفت، حتی نه گوشی هم در اختیار معلمان نداد. تو شعارهای همکاران ما در شیراز شنیدید که گفتن به اصطلاح گوشی و تبلت ما حریم شخصی ماست، ما نمیخوایم. یک سال دو سال گذشت، معلمان از تبلت و گوشی و اینترنت شخصی خودشون به حرمت معلم ملت ایران و به حرمت دانش آموزان و به خاطر علاقه ای که به دانش آموزان داشتن از گوشی
گوشی و تبلت خودشون استفاده کردن. این دلیل بر سوء استفاده و پررویی اینا بیشتر از این نمیشه. معلمان به خیابان میان و اگر هم قرار حضوری باشه، با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده به کودکان زیر 18 سال واکسن نخواهد زد، پس باید فاصله اجتماعی رو رعایت کنن، هر روز ماسک بدن، چیزی که تو بیانیه شورای هماهنگی هم هست. صحیح. روزانه دست کم یه دونه ماسک به دانش آموزا بدن، الکل بدن هر روز، و بعدش هم با فاصله اجتماعی هر دانش آموز یه نیمکت، یه میز و نیمکت باشه، نه اینکه 40 تا دانش آموز. این یعنی قتل عام، کما اینکه تا حالا هم اینا قتل عام بسیار گسترده ای رو به اصطلاح انجام داده در ایران. روزانه 600 نفر یک قتل عام داره. ممنونم. بسیار ممنونم از توضیحات شما رسول بداغی، عضو کانون صنفی معلمان از تهران، و همینطور عزیز قاسمزاده، فعال صنفی فرهنگیان، که از رودسر ما رو همراهی کردید. در ادامه مجموعه خبری، به اجرای حکم 4 سال زندان مهدی محمودیان در واکنش به اقدام او برای شکایت از مسئولان بحران کرونا می‌پردازیم. همزمان ابراهیم رئیسی مدعی شد تا چند روز آینده 70% جامعه واکسینه می‌شود. خبر 5 عصر رو با هم ادامه میدیم با مروری بر مهمترین عناوین خبری. آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در ایران زیر سایه همه‌گیری کرونا و گرانی نوشت افزار. اعتراض معلمان در نقاط مختلف کشور همزمان با بازگشایی مدرسه ها ادامه دارد. اجرای حکم 4 سال زندان مهدی محمودیان در واکنش به اقدام او برای شکایت از مسئولان بحران کرونا. همزمان ابراهیم رئیسی در وعده غیر قابل تحقق مدعی شد تا چند روز آینده 70% جامعه واکسینه می شوند. قوه قضاییه، جوابگو. تجمع اعتراضی شماری از اهالی شهرستان سیروان در برابر زندان تهران بزرگ. معترضان از چگونگی جان باختن امیر حسین حاتمی در زندان می‌پرسند. صعود تاریخی تیم ملی فوتبال زنان ایران به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا. ایران در ضربات پنالتی اردن را شکست داد. همسر مهدی محمودیان زندانی سیاسی اعلام کرد حکم 4 سال حبس این فعال مدنی که به اتهام امضای بیانیه 77 نفره در اعتراض به کشتار معترضان آبان و روشن کردن شمع برای قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر شده بود به اجرا درآمد. بابک پاکنیا، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان، هم با تایید این خبر گفت به دلیل اجرای این حکم امکان آزادی موکلش منتفی خواهد بود. محمودیان و چند وکیل دیگر 23 مرداد ماه به خاطر اقدام برای شکایت از مقام‌های حکومت درباره مدیریت کرونا بازداشت شدند. وکیل محمودیان میگوید تاکنون هیچ دسترسی به پرونده قضایی این فعال مدنی نداشته است. در حالی که بر مبنای جدیدترین گزارش وزارت بهداشت و درمان تاکنون حدود 35 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 15 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را تزریق کردند، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران مدعی شد تا چند روز آینده 70% جامعه واکسینه می شوند. رئیسی در مراسم بازگشایی مدرسه ها همچنین گفت معلمان و اولیا و افراد مرتبط با دانش آموزان هم واکسینه شدند. امروز به حمدالله شرایط طوری شده که معلمان همه واکسینه شدن، واکسیناسیون عمومی توسعه پیدا کرده، حتی دانش آموزان عزیز، اما ما هنوز مونده تا اینکه تمام رو بتونیم در واقع واکسینه کنیم. یه مدتی ممکنه چند روز دیگه طول بکشه. البته ما ظرف چند روز آینده انشالله اکثر افراد عزیز مردم ما، یعنی 70% در واقع میرسیم، یعنی امروز روز شنبه است، فکر میکنیم تا 3-4 روز دیگه میرسیم به 70% واکسیناسیون عمومی. دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی، از پاریس ما رو همراهی میکنن تا این بحث رو بیشتر درباره‌اش صحبت بکنیم. آقای دکتر توفیقی، واکسیناسیون 70% جامعه تا چند روز دیگه، اونم در شرایطی که حدود 40% جمعیت کشور 1 یا 2 دوز واکسن رو تا حالا دریافت کردن، این به چه معناست؟ با چه هدفی چنین وعده‌های دروغی داده میشه؟
ببینید این ادعاهای دروغ عملا به خاطر جعل مشروعیت برای دولتی هستش که به شهادت آمار و ارقام رسمی که خود وزارت کشور اعلام کرده در واقع کمترین مشارکت مردم در شکل گیری این دولت نقش داشته. اکثر وزرا کسانی انتخاب شدن که سابقه کار ندارن، عدد و رقم نمیشناسن و خود آقای رئیسی هم به هر حال از یک تجربه قضایی که خب همه کیفیت کمیت اون رو میدونن وارد یک سیستم گسترده اجرایی شده که واقعا خب از یک طرف ناآشنا هست با عدد و رقم و خب این که مثلا میگه ما 70% جامعه رو در چند روز آینده در واقع واکسینه خواهیم کرد، جدایی از این که حالا اگه ما بخوایم عدد و رقم ها رو مثلا این که حالا میگن 70% از لحاظ علمی الان گفته میشه باید 90% اینا رو بذاریم کنار، خود همون 70% یعنی اینا باید 120 میلیون در چند روز آینده واکسن تزریق بکنن، یا نمیدونه واقعا واکسن چطوری تزریق میشه یا نمیدونه 120 میلیون چه عدد بزرگی هستش، ولی در این حال داره با این عدد و رقم ها بازی میکنه به خاطر اینکه افکار عمومی رو منحرف بکنه از اون اصل داستان، تأخیری که در این برنامه وجود داشته و اون کشتار بزرگی که نتیجه همین تأخیر هستش. و الان هم واقعا من نگرانم با این بحثایی که البته خب آقای رئیسی حالا حالیش نیست، آقای عین اللهی هم هفته قبل همین مشابه همین صحبت ها رو کرد که ما 50% رو در واقع به زودی واکسینه می کنیم. اینها واقعا نگران کننده است، یعنی دارن جامعه رو میبرن به سمت یک فریبکاری در افکار عمومی، ولی در این حال مردم هم واکسینه نشدن و خب این میتونه به معنای تداوم مشکل و گسترش موجهای بعدی در جامعه تلقی. یک خبر دیگری رو هم آقای دکتر توفیقی با هم مرور کردیم، اجرای حکم 4 سال زندان بود برای آقای محمودیان. خود آقای محمودیان و چند حقوقدان دیگر خب برای پیگیری شکایت حقوقی از مسئولان بحران کرونا اقدام کرده بودند. تحلیل شما از این ماجرا چی هست؟ با چه هدف این برخوردها انجام میشه؟ ببینید مایه تأسفه، در واقع کسانی که مسئول وضع موجود هستن، از حالا از خود آقای خامنه‌ای بگیر، از آقای مسئولین دولتی قبلی بگیر مثل آقای روحانی، مثل آقای نمکی و الان هم آقای رئیسی یا آقای دکتر عین‌اللهی، با اینکه تازه در واقع مسند اجرایی رو در دست گرفتن و این گرد و خاک رو دارن در عمل برپا میکنن برای اینکه گذشته رو پنهان بکنن، اینها خودشون مخالف واردات واکسیناسیون بودن. یک فاجعه کشتاری در کشور اتفاق افتاده، اون وقت یک تعدادی از فعالان مدنی جمع شده بودن فقط در این رابطه رایزنی کنن، با هم دیگه در واقع همفکری بکنن که چه کار میشه کرد برای اینکه جلوی این وضعیت گرفته بشه و یا بعدن این موارد تکرار نشه. اون وقت میرن اینها رو میگیرن، بازداشت میکنن، احکام سنگینی که از قبل مثل شمشیر داموکلس روی سر اونها داشتن الان دارن این رو اجرا میکنن. هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه مدنی هستش، به خاطر اینکه به نظر میاد مسئولین جدید جمهوری اسلامی عملا به سمتی دارن میرن که تحریف واقعیت‌های عینی که در روی زمین هستش، اون چه که در کمتر از یک سال گذشته اتفاق افتاده، آقای خامنه‌ای دستور داده و ممنوعیت در ایجاد در واقع واردات، در ممنوعیت در واردات واکسیناسیون اتفاق افتاده و اون کشتاب را افتاده. حالا یه تعدادی از افراد میخوان که این امکان رو بررسی بکنن، اون وقت میان اینها رو میگیرن. من فکر میکنم مصداق عینی اون ضرب المثل فارسی هستش که میگه سنگ ها رو بستن و سگ ها رو رها کردن. آقای دکتر توفیقی، مدارس هم که از امروز به طور رسمی بازگشایی شده، در حالی انجام میشه این قضیه که گفته شده معلمان واکسینه شدن، اما مشخص نیست چه تعدادی از معلمان رو واکسینه کردن. در این حال ما اعتراضاتی رو هم شاهد هستیم، اعتراضات معلمان به رتبه بندی که در شهرهای مختلف اتفاق میفته. آیا همه اینها موجب نمیشه که حالا در شرایط بحرانی که قرار داریم، وضعیت از اینی که هست در مورد ویروس کرونا همگیری کرونا بدتر هم بشه؟ ببینید در مورد وضعیت کرونا واقعیتش رو بخواید، این کارهای نمایشی که مثل اینکه حالا ما 70% دیروز، 50% در 4 روز آینده، 120 میلیون در اینطور عدد هم یعنی روز هم تعیین کرد در چند روز آینده ما 120 میلیون واکسن باید تزریق بکنیم که به 70% برسیم،
بزرگترین نگرانی این در واقع فریبکاری ها این هستش که یک در واقع اطمینان خاطر کاذب به جامعه داده بشه و اون خودشون هم دارن میگن که محدودیت ها رو میخواییم برداریم و حالا مثلا بحث های مثل قرنطینه هوشمند و اینها، و خب از اون طرف این اطمینان کاذب باعث بشه همون رعایت های محدودی هم که در جامعه ایجاد میشد اونها از بین بره. و خب این بار ما میدونیم چون مواجه هستیم با در واقع واریانت های بسیار وحشیتر و واریانت هایی که از قدرت انتقال بالاتر و حتی دور زدن قدرت دور زدن واکسن ها برخوردار هستن، با اینها ما مواجه بشیم با موج ششم و در این حال این وضعیت در واقع باعث بشه که هموطنان ما همچنان جان خودشون رو از دست بدن. و خب اینها هم عدد و رقم رو همینجور دارن اعلام میکنن. دسترسی در واقع اون نهادهای مدنی و نهادهای مستقل که این ادعاها رو بررسی بکنن نیست، کسی هم ازشون سوال میکنه، اینگونه مثل آقای محمودیان و سایر دوستان بازداشت میشه و به زندان انداخته میشه. بسیار ممنونم از توضیحات شما. دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما بود. چند خبر دیگر از ایران رو هم با هم ببینیم و بشنویم. مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان گفت آتش سوزی جنگل‌های درازنو در کردکوی همچنان ادامه دارد. به گفته عبدالرحیم لطفی تاکنون بیش از 150 هکتار از عرصه‌های جنگلی این منطقه در آتش سوخته است. آتش سوزی جنگل‌های درازنوی استان گلستان از ظهر پنجشنبه آغاز شد و بخشی از جنگل درختان بلوط، سرو کوهی و علفزارهای این منطقه دچار حریق شد. شدت آتش سوزی به حدی بوده که تعدادی از نیروهای اتفاق کننده آتش مصدوم شدند. معاون وزیر نیرو میگوید سال آبی سپری شده خشک‌ترین سال نیم قرن اخیر ایران بوده، اما سال آبی پیش رو هم سالی سخت خواهد بود. به گفته قاسم تقی‌زاده خامسی سال آبی 1399-1400 با 37 درصد کاهش بارندگی در مقایسه با متوسط 52 سال گذشته به پایان رسیده است. او اضافه کرده حجم آب در مخازن 199 سد ملی کشور نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد کاهش یافته است. معاون آب وزیر نیرو گفته سازمان هواشناسی پاییز امسال را خشک و زمستان را معمولی و زیر حد معمول پیش بینی کرده است. بر مبنای نتایج یک پژوهش 45 درصد از بیماران دیابتی در ایران به دلیل مشکل مالی از درمان انصراف دادند. بر اساس این مطالعه که 1139 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 در آن حضور داشتند، 45 درصد از بیماران از درمان انصراف داده و عده دیگر آن را به تعویق انداختند. مهمترین دلیل انصراف از درمان موانع مالی ناشی از هزینه‌های درمان بیماری ارزیابی شده است. کیفیت مراقبت بعد دسترسی به درمان، نگرش نسبت به بیماری و حمایت اجتماعی از دیگر علل انصراف از درمان اعلام شدند. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از اهالی شهرستان سیروان در استان ایلام در اعتراض به مرگ امیر حسین حاتمی، جوان 22 ساله، در مقابل زندان تهران بزرگ تجمع کردند. معترضان و بستگان این زندانی از جانباختن او بر اثر شکنجه و برخورد باتون با سرش میگویند. پدر امیر حسین حاتمی خواستار مشخص شدن علت مرگ فرزندش شده است. امیر حسین حاتمی در یکی از بازارهای تهران کار میکرد و چند روز گذشته به دنبال درگیری با یک شهروند دیگر بازداشت شده بود. حضر ابو سر. آقا حضر ابو سر.
قاسم شعله سعدی حقوقدان و نماینده پیشین مجلس از تهران با ما هستن. آقای شعله سعدی، ابهام در جان باختن یک زندانی دیگر، اونم در حالی که سه روز بیشتر از درگذشتن شاهین ناصری شاهد شکنجه های نوید افکاری در زندان نمیگذره. قبل از اون هم ما تصاویر بسیار زیادی از زندان های پایتخت میدیدیم که نشان دهنده وضعیت اسفناکی بود در زندان ها. ارزیابی شما چی هست از این مسئله؟ متاسفانه برخورد و رفتار قوه قضاییه و نهادهای انتظامی که ضابطین قوه قضاییه به حساب میان به گونه ای بد هست که حتی اگر یک مرگ طبیعی هم الان در زندان ها اتفاق بیفته، وجدان عمومی جامعه اون رو قتل به حساب میاره و باور نمیکنه که یک مرگ طبیعی بوده باشه. و وضعیت اسفبار زندان ها و پاسخگو نبودن مقامات به این قضیه دامن زده. در زندان های ما واقعیت این است که وسایل بهداشتی نیست. خود من در زندان های متعددی بودم، در زندان تهران بزرگ، در زندان اوین و بازداشتگاه سپاه، در خود سپاه و به صورت انفرادی و عمومی در هر حال، اما واقعا وضعیت اونجا فاجعه بار بوده. در همین زندان تهران بزرگ روزانه در 15 ساعت هستن آب قطع بود. از دیوارهای این اتاقهای زندان ساس بالا می رفت. اصلا وحشتناک بود. و در نتیجه خب امکان تسری هر نوع بیماری اونجا میره. تراکم بیش از اندازه زندانیان و این کرونا هم که الان میدونید که حتی بیرون از زندان ها با یک ناکارآمدی فاجعه بار روبرو هست حکومت و به هر حال سابقه شکنجه که نمونش خود بنده، اصلا راه دور نمیخواد برید. بنده که شرایط ویژه‌ای در کشور داشتم، وکیل بودم، استاد دانشگاه بودم، نماینده مجلس بودم، مدت‌ها مسئول دعاوی بین المللی ایران بودم، در دادگاه های بین المللی، تازه بنده رو شکنجه کردن و به نخاع هم آسیب زدن. دیگه خدا به داد افراد گمنام برسه، کسانی که دسترسی رسانه‌ای ندارن. همه اینا الان دست به دست هم داده و از طرفی هم حکومت به یک خلوص سرکوبگرانه خودش رسیده. بله. بنابراین همه این امکانات آقای شعله سعدی، اساساً چقدر اصلا امکان پیگیری حقوقی وجود داره برای خانواده ها و بستگان افراد که متوجه بشن که چگونه اونها در زندان درگذشتن؟ آیا اصلا مرجع بی‌طرف و مستقلی برای این قضیه وجود داره؟ متاسفانه فقط روی کاغذ و در کتاب‌های قانون این امکان وجود داره، اما در عمل مطلقاً چنین نیست. یعنی مثلا کسی که شکنجه میشه میگن حالا میخوای ثابت کنی، طبق یه قاعده میگن البینتو علی المدعی، شما که مدعی هستی شکنجه شدید یا بستگانت مدعی هست، اون باید بیاد ثابت کنه. چجوری ثابت کنه؟ موقعی تو زندان شاهدی نیست و یه کسی رو یه جایی شکنجه میکنن که کسی نیست ببینه. اگر هم یه کسی شاهد بود مثل آقای شاهین ناصری، سر خود اون رو زیر آب میکنن که شاهد شکنجه نوید افکاری بوده، در حالی که طبق اصول قانون اساسی هر گونه شکنجه برای اقرار، برای شهادت و اینجور چیزها ممنوع هست و هر کس این کار رو بکنه باید طبق قانون مجازات بشه. متاسفانه تبدیل شده به یک رویه عمومی و روتین در کشور. زندان‌های مختلف ما داریم که آقای مثلا از خود من کنار آقای خدا صابر بودم که در زندان جسدشو بیرون دادن. حال خیلی متعدد هست، ولی عملا به دلیل اینکه قوه قضاییه استقلال نداره، نهادهای وابسته به اون مثل پزشکی قانونی هم استقلال نداره. متاسفانه در عمل امکان پذیر نیست. سپاسگزارم از توضیحات شما قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس از تهران. اما بریم به یک فرودگاه در چین، تصاویر زنده‌ای ببینیم که مربوط است به بازگشت مینگ وانژو، این مدیر ارشد شرکت هوایی چین که به اتهام فساد در کانادا زندانی بود و روز گذشته آزاد شد. خانم مینگ وانژو در این هواپیما هست و قرار هست لحظات دیگه به چین برگرده و خاک چین پاش رو بگذاره. وزارت دادگستری آمریکا تقاضای استرداد مینگ وانژو رو پس گرفت. کمی پس از خروج
خروج از دادگاه. حالا خانم وانجو با پرواز شرکت هوایی چین به کشورش برگشته و قرار هست که در این فرودگاه به خاک چین پا بگذاره. مجموعه فیلم‌های کوتاه لبنانی با عنوان بیروت 6.7 دقیقه نامزد دریافت جایزه بهترین داستان‌های واقعی انفجار بیروت در 73 دوره جایزه بین‌المللی امی در لس آنجلس شدند. بی‌فرهاد و جزئیات بیشتر. رسانه های لبنانی روز گذشته خبر نامزدی سریال فیلم های کوتاه بیروت 6.7 دقیقه را برای دریافت بهترین فیلم کوتاه در جوایز بین المللی فیلم امی را به شکل گسترده ای پوشش دادند. بیروت 6.7 دقیقه با فیلم هایی از برزیل، اسپانیا و نیوزیلند رقابت خواهد کرد. مجموعه فیلم های کوتاه بیروت 6.7 دقیقه سال گذشته به نمایش درآمد. این مجموعه از 15 فیلم کوتاه تشکیل شده و نام آن از زمان دقیق انفجار بندر بیروت شکل گرفته است. 15 کارگردان لبنانی به منظور گرامی داشته قربانیان انفجار بندر بیروت به شکلی داوطلبانه این مجموعه از فیلم های کوتاه را تولید کردند. هر یک از این فیلم ها داستانی واقعی پیش از انفجار و پس از انفجار را بیان می کند. داستان هایی از افرادی که جانشان را از دست دادند یا از این فاجعه جان سالم به در بردند. یکی از این فیلم ها تولد یک نوزاد در لحظه انفجار را به تصویر می کشد و دیگری داستان مفقودان این حادثه را بیان می کند و فریادها از زبان کسانی که هیچ اثری از آنها باقی نمانده، مفقود به حساب آمدند و بدون پیکر دفن شدند. 10 دقیقه یا کمی بیشتر زمان هر یک از این فیلم هاست، اما مشاهده آن در بیننده برای چند روز طول می کشد. و استرالیا در 3 سال گذشته حدود 30% از جمعیت کوالاهای خود را از دست داده است. خشکسالی و آتش سوزی زیستگاه های کوالاها از مواردی است که به کاهش جمعیت یکی از نمادهای جانوری استرالیا منجر شده است. جزئیات بیشتر را از علیرضا محبی بشنویم. در کشور پهناور استرالیا جانورانی زندگی می کنند که بومی این کشور هستند. یکی از این حیوانات کوالاست که به خوشخوابی هم شهرت داره، چرا که می تونه بین 18 تا 22 ساعت در روز بخوابه. جانوری گیاهخوار و کیسه دار که معمولاً آب زیادی نمی نوشه و در زبان بومیان استرالیا به آب نخور شهرت داره. کوالاها از برگ درختان اوکالیپتوس تغذیه می کنند. روی همین درختان می خوابند و همانجا هم تولید مثل می کنند. بر اساس گزارش جدید منتشر شده توسط بنیاد کوالای استرالیا، این کشور در طول 3 سال گذشته حدود 30% از جمعیت کوالاهای خود را در اثر خشکسالی، آتش سوزی و قطع درختان از دست داده است. هرچند برخی از کارشناسان بر این باورند که تعیین رقم واقعی در خصوص کاهش جمعیت کوالاها دشوار است. بنیاد کوالای استرالیا تخمین زده که جمعیت کوالاها از بیش از 80,000 کوالا در سال 2018 میلادی به کمتر از 58,000 کوالا در سال جاری میلادی کاهش پیدا کرده. کاهشی که به دلیل تخریب جنگل‌ها در آتش سوزی های سال 2019 و 20 میلادی قابل پیش بینی بود. این کاهش جمعیت کوالاها بسیار چشمگیر است. 30% در کل استرالیا. ما باید در نظر داشته باشیم که کوالا در سال 2012 میلادی در گروه حیوانات آسیب پذیر قرار گرفت و ما باید برنامه‌ای برای بازبینی وضعیت این گروه از حیوانات داشته باشیم. به گفته وزارت کشاورزی و محیط زیست استرالیا، کوالاها در برخی از مناطق این کشور به دلیل مسائل مربوط به توسعه شهری، از بین رفتن زیستگاه‌ها و همچنین حساسیت این حیوانات به تغییرات آب و هوایی با تهدیدهای فزاینده‌ای روبرو هستند. من به دنبال یک قانون جدید برای حفاظت از کوالاها هستم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، کوالا نمادی از استرالیا است و نیازی به بحث و جدل در این باره نیست. اگر ما یک قانونی داشتیم که میگفت یک بخش صنعتی یا یک زمیندار نمیتواند درختان را از روی بیفکری قطع کند و از بین ببرد، همه چیز خوب میبود. در ماه ژوئن گذشته یک تحقیقات پارلمانی در استرالیا مشخص کرد که ممکن است جمعیت کوالاها در ایالت نیو ساوت ویلز تا سال 2050 میلادی منقرض شود، مگر اینکه دولت برای حفاظت از کوالاها فوراً وارد عمل شود. فعالان حفاظت از گونه‌های جانوری از دولت فدرال خواستند تا برای حفاظت از زیستگاه‌های کوالاها که یکی از نمادهای اصلی کشور استرالیا از نظر عموم به حساب می‌آید، تلاش بیشتری انجام دهد.
تصویب یک قانون ملی درباره حفاظت از کوالاها می تواند خطر انقراض این جانور دوست داشتنی را که سالانه در حدود 3 میلیارد دلار به صنعت گردشگری استرالیا کمک می کند تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. علیرضا محبی، ملبورن. یک بار دیگه با هم به فرودگاه در چین میریم، جایی که خانم مینگ وان ژو مدیر ارشد شرکت هوایی چین که به اتهام فساد در کانادا زندانی بود و روز گذشته آزاد شد، حالا با یک پرواز به چین بازگشته. خبرهای ورزشی رو با هم ببینیم و بشنویم و بعد من مجددا با ادامه خبر پنجره است با شما خواهم بود. ساعت 18 به وقت ایران با ادامه خبر پنجره است. همراه شما هستیم. مروری بر مهمترین عناوین خبری. آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در ایران زیر سایه همگیری کرونا و گرانی نوشت افزار. اعتراض معلمان در نقاط مختلف کشور همزمان با بازگشایی مدرسه ها ادامه دارد. اجرای حکم 4 سال زندان مهدی محمودیان در واکنش به اقدام او برای شکایت از مسئولان بحران کرونا. همزمان ابراهیم رئیسی در وعده غیر قابل تحقق مدعی شد تا چند روز آینده 70% جامعه واکسینه می شوند. گزارش وزارت نیرو از ادامه خشکسالی در ایران. سخنگوی صنعت برق هم از گرانتر شدن تعرفه برق در 3 مرحله بر اساس رشد مصرف خبر داد. و ادامه واکنش ها به گزارش ورشکستگی مالی دومین بانک بزرگ کشور. مدیر عامل بانک ملی میگوید بانک های دولتی ورشکسته نمی شوند. سوم مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید در ایران همزمان با ادامه همگیری کرونا و در کنار تجمعات اعتراضی معلمان در بسیاری از شهرها. امروز در تهران، البرز، خراسان شمالی، کرمانشاه، فارس، کردستان، خوزستان و کهگیلوی و بویراحمد معلمان کشور در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی و وضع معیشتی خود تجمعات اعتراضی را ادامه دادند تا شاید مطالبات و خواستهایشان شنیده شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد بحث آموزش و پرورش به ویژه معیشت فرهنگیان دستخوش مناقشات و گروکشی‌های جناح‌های مختلف حکومتی بوده و محلی برای تصفیه حساب‌های حزبی و باندی شده است. این نهاد صنفی میگوید گسترش خصوصی سازی، پولی و تجاری سازی آموزش، کیفیت زدایی از آموزش، بیتوجهی به اصل 3 قانون اساسی و آموزش رایگان به ویژه در دوران آموزش مجازی باعث ترک تحصیل میلیون ها کودک در سن تحصیل شده است. توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی، آزادی معلمان زندانی و بازگشت به کار معلمان اخراجی از دیگر مطالبات تشکل های صنفی معلمان است. ارباب جمعی این دوستان هستیم و این درد روی دوش ماست. چگونه ممکنه که نبینن و حس نکنن؟ و اگر حسن نیت دارن و اگر نمیشنفن، اگر حسن نیت دارن دستکن در میان ما حاضر باشن. خواهش میکنیم. معلم زندانی آزاد باید گردد.
موسی فرزانیان رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم تحریر تهران میگوید واحدهای تولید کننده نوشت افزار به خاطر حضور غیر فیزیکی دانش آموزان در مدرسه ها تنها 20-30% سال گذشته فروش داشتند. همزمان رسانه های داخل ایران از انتقاد خانواده ها از گرانی لوازم تحریر گزارش میدهند و میگویند بازار فروش نوشت افزار هم به رکود دچار شده است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید بازگشایی حضوری مدارس به واکسیناسیون دانش آموزان وابسته نیست. معاون وزارت بهداشت اضافه میکند واکسیناسیون نوجوانان 12 تا 17 سال جزء برنامه های این وزارتخانه نیست. او توضیح میدهد که تزریق برای سنین 17 و 18 سال انجام میشود و برای آنها واکسن سینوفارم و سوبرانا استفاده خواهد شد. ساناز قاضی‌زاده همکارم که خبرهای مربوط به بازگشایی مدارس رو پیگیری کرده با من اینجا در استودیو همراهی میکنه تا برای ما بگه که ساناز شرایط کلی آموزش و پرورش در کشور اگه بخوایم یه نگاهی بکنیم چه تغییری کرده نسبت به سالهای گذشته؟ خب در حقیقت بودجه آموزش و پرورش اون چیزی که در عدد ما میبینیم بسیار افزایش پیدا کرده. بودجه 1,118 میلیارد حدوداً بود در سال 90 که البته من به ریال میگم این عددها رو که افزایش خیلی چشمگیری پیدا کرد در امسال. اما نکته خیلی قابل توجه این هستش که بودجه آموزش پرورش در دوره دولت روحانی در اون 8 سالی که روحانی رئیس جمهور بود در اون دوره هم افزایش پیدا کرد. یکی از مهمترین افزایش‌هاش در سال گذشته اتفاق افتاد به مصداق همیشه که دولت‌ها وقتی که میخوان ترک بکنن کاخ ریاست جمهوری رو در حقیقت به دولت بعدی میسپرن اون هزینه‌های گزافی رو که در حقیقت میتراشن تا بگن که ما کار مناسبی رو جلوه دادیم. اما اون چیزی که مرکز پژوهش های مجلس میگه این هستش که این بودجه هایی که در نظر گرفته شده در سال های گذشته هیچ کدوم تحقق پیدا نخواهد کرد و خیلی توضیح روشنی داده در مورد اینکه به هر حال اون موارد مصرفی که دانش آموزان نیاز دارن، معلمان نیاز دارن، در اون چیزی که در بودجه لحاظ شده کارمندای وزارت آموزش پرورش اون توان رو وزارت آموزش پرورش نداره که اون هزینه ها رو پرداخت بکنه. در حقیقت از لحاظ اقتصادی به نوعی هنوز بودجه آموزش و پرورش ریاضتی هست، نه اینکه دولت نخواسته باشه بودجه بده با توجه به بودجه کلی کشور. ماجرای اصلی اقتصاد کشور هست که وضعیت نابهنجاری. به لحاظ اقتصادی خانواده ها هم الان خیلی در وضعیت سختی قرار دارن، تحت فشار هستن، گرانی نوشت افزار گزارش میشه بسیار در رسانه های داخلی ایران. وضعیت چطوری هست هم در مورد خانواده ها هم دانش آموزان که قرار هستش که به صورت غیر حضوری هم آموزش ببینن؟ ببین در حقیقت در چند هفته گذشته مدام آموزش پرورش داره میگه که ما تا واکسن نزنن دانش آموزان وارد مدرسه ها نخواهند شد و یه جورایی تبلیغ کرد برای واکسن. اما امروز دیدیم که خود وزارت بهداشت اعلام کرد که ما به 17-18 ساله ها فقط واکسن میزنیم، قرار نیست که به همه دانش آموزان واکسن بزنیم. نکته خیلی قابل توجه در مورد دوره کرونا برای دانش آموزان این هستش که این حدود 3 میلیون دانش آموز، همونطوری که خود معلم ها، شورای صنفی معلم ها میگه، خود آموزش پرورش میگه، تقریبا حدود 40% از دانش آموزان به خاطر نداشتن امکانات استفاده از تحصیل دیجیتال، تحصیل راه دور، در حقیقت اینها از تحصیل واموندن. 40% دانش آموزان کشوری که طبق قانون اساسیش قرار هست دانش آموزان به صورت رایگان تحصیل بکنن، در هیچ کدوم از دوره های آموزشی ایران دانش آموزان تحصیل رایگان ندارن. دست کم در نقاط مختلف ایران داره گزارش میشه که حداقل هزینه خرید لوازم تحریر در ایران 1,000,000 تومان گزارش شده، حداقل آنچه که در تولیدات ایرانی بگیرید. برای خرید تبلت دست دوم، وسیله دیجیتالی دست دوم، شما نیاز دارید دست کم 4,800,000 تومان پرداخت کنید در کشوری که کارگرش، کارمندش حدود 4,800,000
تومان ممکنه درآمد ماهانش باشه و خط فقرش 10 میلیون تومان هزینه های حمل و نقل افزایش پیدا کرده. دانش آموزان به شدت در تحت فشار هستن، به شدت خانواده ها تحت فشارن. همونطوری هم که گفته شده نزدیک به 1,800,000 دانش آموز هنوز هیچ تبلت یا کامپیوتری برای آموزش غیر حضوری ندارن. خیلی ممنونم از ساناز قاضی زاده همکارم که اینجا در استودیو با ما همراهی می‌کردید. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با عزیز قاسم زاده، فعال صنفی فرهنگیان، و رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان. توضیحات این دو نفر رو درباره خواسته های معلمان معترض و چگونگی تحقق این خواسته ها با هم بشنویم. برنامه امروز به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روی 4 محور در واقع انجام شد. بحث انجام دقیق رتبه بندی، حمایت از کارنامه سبزها، همسانسازی در واقع حقوق شاغلین و بازنشستگان و دفاع از معلمان صنفی زندانی. امروز در واقع به دعوت شورای هماهنگی در سراسر ایران معلمان آمدند که بر این خواسته های خودشون تاکید ببرند. ببین، بودجه آموزش و پرورش امسال میگن 80,000 میلیارد، برای انجام رتبه بندی خود آقای منادی میگه که 180,000 میلیارد تومان بودجه نیاز هست. با توجه به این گفته ها امکانش نیست. یعنی من این رو باید خدمت همکارانم در سراسر کشور عرض کنم، تا نیان تو خیابان، تا فریاد نزنن، مسئولین کشور به هیچ عنوان تن به این خواسته ها نمیدن. در همه دنیا ببینید رسم بر اینه، اصناف با فشاری که به حاکمیت میارن اونو وادار به عقب نشینی میکنن و حاکمیت درخواست مذاکره با مسئولین اصناف میکنه. حالا چند خبر دیگر از ایران رو هم با هم ببینیم و بشنویم. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از اهالی شهرستان سیروان در استان ایلام در اعتراض به مرگ امیر حسین حاتمی جوان 22 ساله در مقابل زندان تهران بزرگ تجمع کردند. معترضان و بستگان این زندانی از جان باختن او بر اثر شکنجه و برخورد باتون با سرش میگویند. پدر امیر حسین حاتمی خواستار مشخص شدن علت مرگ فرزندش شده است. امیر حسین حاتمی در یکی از بازارهای تهران کار میکرد و چند روز پیش به دنبال درگیری با یک شهروند دیگر بازداشت شده بود. خانواده 5 دانش آموز اهل روستایی از توابع شهرستان اهر گفتند فرزندانشان مورد آزار جنسی معلم خود قرار گرفتند. این 5 دانش آموز که 4 پسر و 1 دختر هستند به خانواده هایشان گفتند متهم آنها را برهنه کرده و مورد آزار قرار داده است. معلمی که به آزار جنسی این 5 دانش آموز متهم است پس از ثبت شکایت قضایی خانواده ها بازداشت شده است. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی در زندان اوین، از افزایش فشارها بر خود در زندان خبر داد. صمیمی که پیشتر به خاطر اعلام موضع سیاسی از داخل زندان اوین با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شده بود، گفته است 11 نفر از زندانیانی که به او کمک کرده بودند تا با استفاده از کارت تلفن بتواند با خارج از زندان تماس داشته باشد هم تهدید شدند. این زندانی سیاسی گفته حفاظت اطلاعات زندان در برخورد غیر قانونی و مغایر با آیین‌نامه سازمان زندان‌ها این زندانیان را تهدید کرده که با او همکاری نکنند. یک روزنامه سوئدی از بازداشت یک شهروند ایرانی تبار در سوئد به اتهام جاسوسی خبر داده است. بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار ایران اینترنشنال به آن دست یافته، فرد بازداشت شده در نیروهای مسلح سوئد و سرویس امنیت سوئد سابقه کار دارد. دادستانی سوئد جرم این شهروند ایرانی تبار را دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه و انتقال آنها به کشورهای بیگانه اعلام کرده است. این متهم 40 ساله و متولد تهران است و دوشنبه هفته گذشته در شهر اوپسلای سوئد دستگیر شده است. حدود 5 ماه پیش هم پلیس امنیت سوئد 2 ایرانی پناهنده را به اتهام‌های مرتبط با تروریسم بازداشت و اعلام کرد آنها برای ترور برخی شهروندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد برنامه‌ریزی کرده بودند. به مالمو سوئد میریم برای اینکه جزئیات بیشتر این خبر رو با همکارم مهران عباسیان بررسی بکنیم. مهران، از تو بیشتر بشنویم از این دستگیری و آیا فرصت پیدا کردی که با وکیل این زندانی صحبت بکنی؟
بله پریز، همونطور که گفتی رسانه‌های سوئد دو روزنامه روز سوئد اعلام کردن که یک فرد 40 ساله ایرانی به جرم جاسوسی دستگیر شده روز دوشنبه، اما روز پنجشنبه دو روز پیش این خبر منتشر شد. دادستانی سوئد اعلام کرد که این فرد به این دلیل که به یک سری مدارک طبقه بندی شده و فوق محرمانه دسترسی داشته و اونو در اختیار کشور بیگانه قرار داده دستگیر شده و فعلا در بازداشت موقت و بازداشت ویژه موقت. این نوع بازداشت ما زمانی که حمید نوری در بازداشت بود خیلی میشنیدیم، یعنی فرد زندانی بجز وکیلش حق ارتباط با هیچ شخص دیگه ای رو نداره، نمیتونه تلویزیون نگاه کنه، نه هیچ روزنامه‌ای در اختیارش قرار میگیره تا جلسات بازپرسی تموم بشه. من با وکیل متهم صحبت کردم. وکیل متهم اول گفت که موکلش تمام اتهامات رو رد کرده و به جرم جاسوسی دستگیر نشده. این مواردیه که وکیل متهم دستگیر شده گفت، و گفت این به این دلیل دستگیر شده که به یک سری مدارک دسترسی داشته که نمی بایست سراغ این مدارک می رفته زمانی که در پلیس سپو یا پلیس امنیت سوئد کارمند بوده، و جرم ها مربوط به سال 2012 تا 2015 هست. فرد دستگیر شده مدتی کارمند پلیس امنیت سوئد بوده یا پلیس سپو و در نیروهای مسلح فعالیت داشته. چند سالی هست این فرد ایرانی در بخش امنیت اداره خاروبار واردات خاروبار سوئد کار میکنه که یکی از جاهای خیلی مهم در سوئد که باید امنیت مواد غذایی که به سوئد میاد توسط این اداره تأمین بشه که مسئولیتش توسط این فرد دستگیر شده بوده. باید در روزهای آینده منتظر بمونیم که ببینیم این فرد بازجوییش به کجا میرسه و تاریخ دادگاهیش کیه. باید بگم که پلیس سپو اعلام کرده بود در آخرین واکنش خودش که سه کشور امنیت سوئد رو به خطر میندازن: چین، روسیه و ایران. از توضیحات ممنونم مهران. همکارم مهران عباسیان از مالمو سوئد با ما بود. در ادامه مجموعه خبری، به اجرای حکم 4 سال زندان مهدی محمودیان در واکنش به اقدام او برای شکایت از مسئولان بحران کرونا می‌پردازیم. همزمان ابراهیم رئیسی در وعده غیر قابل تحقق مدعی شد تا چند روز آینده 70% جامعه واکسینه می‌شود. خبر 5 عصر را ادامه می‌دهیم با هم، با مروری بر مهم‌ترین عناوین خبری. آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در ایران زیر سایه همگیری کرونا و گرانی نوشت افزار. اعتراض معلمان در نقاط مختلف کشور همزمان با بازگشایی مدرسه ها ادامه دارد. اجرای حکم 4 سال زندان مهدی محمودیان در واکنش به اقدام او برای شکایت از مسئولان بحران کرونا. همزمان ابراهیم رئیسی در وعده غیر قابل تحقق مدعی شد تا چند روز آینده 70% جامعه واکسینه می شود. گزارش وزارت نیرو از ادامه خشکسالی در ایران. سخنگوی صنعت برق هم از گرانتر شدن تعرفه برق در 3 مرحله بر اساس رشد مصرف خبر داد. و ادامه واکنش ها به گزارش ورشکستگی مالی دومین بانک بزرگ کشور. مدیرعامل بانک ملی میگوید سپرده‌گذاری شهروندان بیشتر شده است. خبری که به تازگی منتشر شده رو پیش از اینکه به سایر خبرها بپردازیم با هم مرور می‌کنیم، با این توضیح که ممکن است جزئیات این خبر برای برخی آزاردهنده باشد. یک منبع نزدیک به خانواده شاهین ناصری زندانی که خبر جان باختن او هفته پیش منتشر شد، به ایران اینترنشنال خبر داد پیکر این زندانی امروز به خانواده‌اش تحویل داده شده. بر مبنای این گزارش، آثار کبودی در پهلوها و همچنین جای ضربه و خونریزی در پشت سر شاهین ناصری مشهود بوده است. شاهین ناصری شاهد شکنجه های نوید افکاری زندانی سیاسی اعدام شده در زندان ایبین بود و 4 روز پیش خبر جان باختن او منتشر شد.
اما در ادامه خبرها، همسر مهدی محمودیان زندانی سیاسی اعلام کرد حکم 4 سال حبس این فعال مدنی که به اتهام امضای بیانیه 77 نفره در اعتراض به کشتار معترضان آبان و روشن کردن شمع برای قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر شده بود به اجرا درآمده است. بابک پاکنیا حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان هم با تایید این خبر گفت به دلیل اجرای این حکم امکان آزادی موکلش منتفی خواهد بود. محمودیان و چند وکیل دیگر 23 مرداد ماه به خاطر اقدام برای شکایت از مقام‌های حکومت درباره مدیریت کرونا بازداشت شدند. وکیل محمودیان میگوید تاکنون هیچ دسترسی به پرونده قضایی این فعال مدنی نداشته است. حسن نایپاشه پزشک و فعال حقوق بشر از وین با ما همراه هستند تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. آقای نایپاشه، اگر بخوایم که یه نگاهی بکنیم به وضعیتی که الان برای آقای محمودیان پیش آمده، شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چطور هست وضعیت زندانیان الان؟ بله، خب میدونید آقای محمودیان به اضافه وکلای دیگر سعی کردن، یعنی حد زده میشه که در یک جمعی که با هم دیگه داشتن تنها میخواستن شکایت نامه‌ای رو تنظیم بکنن بر مبنای اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این کاملا یه حق طبیعی هست و اینکه مشخص بشه که چه کسانی عامل تعلل هستن در ورود واکسن به کشور و اینکه این فوت ها مرگ و میر بیش از حدی که در ایران صورت گرفته به چه شکل است. کاملا این اقدام حداقل که می توانست آغاز شود کاملا جنبه قانونی داشته، ولی از اونجایی که خب همه می دانند که چه کسی باعث این موضوع هست، چه کسی بیشترین تأثیر رو داشته در این تعلل، و اونجا از اونجایی که خب این شخص آقای خامنه‌ای خواستار این شده که واکسن های بریتانیایی و آمریکایی که بهترین واکسن های موجود هستن به موقع وارد کشور نشه و تازه الان صحبت از این هستش که بعضی از این واکسن ها وارد بشن، ولی صحبت از ورود واکسن فایزر شده. در این شرایطی که هست طبیعیه که خب انگشت اتهام به سوی او هست و از اونجایی که آقای خامنه‌ای عمود خیمه انقلاب تلقی میشه و خط قرمز مقامات امنیتی هست، بنابراین آقای محمودیان و وکلا آقای دیگر وکلا رو، دو وکیل رو تحت فشار قرار دادن و البته این پرونده آقای محمودیان که الان هست مربوط به، همونجوری که شما در گزارشتون بود، مربوط به موضوع دیگری است، ولی که تمام اینها رو میخوان با هم دیگه ادغام بکنن و با این وصف به هر حال پرونده آقای محمودیان سنگین‌تر از نظر اونها هست. و اینکه میدونیم آقای محمودیان تأثیر داشته در اطلاع رسانی نوید افکاری، در آخرین روز تماس داشته نوید افکاری با آقای محمودیان و اون نوار صوتی آخرین روز زندگیش از طریق آقای محمودیان پخش شده. صحیح. موضوع دیگری که آقای نایپاشم باید در موردش صحبت بکنیم، صحبت های آقای رئیسی هست و وعده در واقع واکسیناسیون 70% جامعه در تا چند روز دیگه، اونم در حالی که فقط 40% جامعه یک دوز یا هر دو دوز رو تا الان دریافت کردن. با چه هدفی این وعده های دروغین از سمت آقای رئیسی داده میشه به مردم؟ خب این صحبت ها بخشن هدفمنده. هدفی که داره این هستش که خب در این شرایطی که میزان فوت در این موج اخیر فوق‌العاده بالا بوده، مردم و کادر پزشکی رو آرام نگه داره، چون ما میدونیم که خب اونها به خوبی میدونن که واکسن وارد نشده و الان ما در مقطعی هستیم که موج ششم میتونه آغاز بشه. در نیمکره شمالی در بسیاری از کشورها سرماخوردگی فصلی آغاز شده، آنفولانزا در کشورهای مثل ایران در این مقطع آغاز میشه. ترکیب اینها میتونه شرایط بسیار دشواری رو هم برای کادر پزشکی و هم برای خود کل مردم به وجود بیاره. در این رابطه هستش که سعی میکنه اونها رو آروم بکنه با این صحبت ها. بخش شاید ناهدفمند اون این باشه که خب اصلا آقای رئیسی تصوری از اعداد نداره و تصوری از این نداره که
چگونه، یعنی این وضعیت بهداشتی کشور چگونه هست، وضعیت واکسیناسیون در کشور چگونه است، بر مبنای آماری که هست و شما فرمودید، برای اینکه به اون رقم 70% برسیم که تازه رقم فوق‌العاده‌ای نیست، ما این سویه دلتا که ما باهاش مواجه هستیم، چه بسا باید 100% مردم واکسینه بشن تا ما بتونیم از یک ایمنی جمعی صحبت بکنیم. و مثلا در روز گذشته کمتر از 690 هزار نفر واکسینه شدن، با این ترتیب 100 روز طول میکشه تا به این مرحله برسن و صحبت از 4 روز بسیار غیر واقع بینانه است. بسیار ممنونم از توضیحات شما حسن نایپاشم، پزشک و فعال حقوق بشر که از وین با ما همراهی میکردید. در حالی که بر مبنای جدیدترین گزارش وزارت بهداشت و درمان تا کنون حدود 35 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 15 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را تزریق کردند، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران مدعی شد تا چند روز آینده 70% جامعه واکسینه می‌شوند. رئیسی در مراسم بازگشایی مدرسه‌ها همچنین گفت معلمان و اولیا و افراد مرتبط با دانش آموزان هم واکسینه شدند. امروز به حمدالله شرایط طوری شده که معلمان همه واکسینه شدن، واکسیناسیون عمومی توسعه پیدا کرده، حتی دانش آموزان عزیز، اما ما هنوز مونده تا اینکه تمام رو بتونیم در واقع واکسینه کنیم. یه مدتی ممکنه چند روز دیگه طول بکشه، البته ما ظرف چند روز آینده انشالله اکثر افراد عزیز مردم ما، یعنی 70% در واقع میرسیم، یعنی امروز روز شنبه است، فکر میکنیم تا 3-4 روز دیگه میرسیم و 70% واکسیناسیون عمومی. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ما هستند. آقای دکتر عطاری، در واقع اگر بخوایم که درباره واکسیناسیون دانش آموزان صحبت بکنیم، آیا پروتکل مشخصی برای این مسئله وجود داره؟ اینکه واکسن‌های مشخصی در نهادهای معتبر جهانی توصیه شده برای دانش آموزان؟ خب از اونجایی که سیستم ایمنی دانش آموزان به خصوص زیر 12 سال سیستم ایمنی هست که اون تکامل سیستم بزرگسالان رو نداره، تمامی واکسن ها بعد از اینکه در بزرگسالان به تاییدی میرسه به طور مشخص بر روی کودکان و باز به خصوص کودکان هر منطقه تست میشه، به دلیل اینکه کودکان از اونجایی که در معرض بیماری های عفونی متعددی ممکنه قرار بگیرن، در نتیجه همپوشانی واکسن یا ایمنی در بیماری های دیگه در مورد کرونا هم مطرح هست. به همین دلیل وقتی که ما صحبت این رو میکنیم که واکسنی که برای بزرگسالان داره مورد استفاده قرار میگیره در کرونا، حتما باید در مورد کودکان هم مورد تایید و بررسی مجدد قرار بگیره، ناشی از همین مسئله است. به همین دلیله که فایزر به عنوان مهمترین و معتبرترین در واقع تولید کننده واکسن کرونا و همینطور مدرنا، اینها اومدن مطالعات مشخصی رو روی کودکان انجام دادن. مطالعاتشون به نتیجه رسیده، سازمان بهداشت جهانی هم برای تعدادی از اونها مجوز صادر کرده و همچنین مقاله‌ای که چند روز پیش شرکت فایزر در مورد واکسیناسیون کرونا این شرکت با در کودکان 3 تا 12 سال هم منتشر کرد، ناشی از این هست که خب این واکسن میتونه در کودکان ضمن این که بی ضرر هست اون ایمنی لازم رو ایجاد بکنه. در مورد واکسن هایی که همکنون در ایران داره مورد استفاده قرار میگیره، به خصوص سینوفارم و استفاده اون در کودکان، به نظر میرسه که تا قبل از این که ما مطالعات مشخصی برای این واکسن در کودکان و باز به خصوص در مورد کودکان ایرانی انجام ندادیم، شروع واکسیناسیون در کودکان بسیار شتاب زده خواهد بود و یا اینکه باید از این مقدار واکسنی که داره به تدریج واکسن‌های معتبر جهانی مثل فایزر داره وارد میشه اختصاص داده بشه به کودکان که بر اساس نتایج و مطالعات انجام شده و با خیال راحت انجام بشه، نه با شک و تردید. از توضیحات شما بسیار ممنونم دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. حالا با هم مروری خواهیم داشت به رسانه‌های ورزشی با همکارم الهام یزدی. ها
الهام یزدی اینجا در استودیو با ماست تا خبرهای خوبی بگه برای ما از تیم ملی فوتبال زنان. دقیقاً خیلی خوب گفتی پریسا، به خاطر اینکه تاریخ سازی زنان در ورزش همچنان ادامه داره بعد از سنگ نوردی که واسه اولین بار مدال آوردیم در بحث هندبال، ما تونستیم واسه اولین بار سهمیه جهانی رو بگیریم، این بار هم برای اولین بار تونستیم به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا تیم ملی فوتبال زنان ما راه پیدا کنه. بازتاب گسترده‌ای داشته که با هم نگاهی کنیم به برخی از این واکنش‌ها. تیم ملی فوتبال زنان ایران امروز در ضربات پنالتی 4-2 اردن رو شکست داد و برای اولین بار به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کرد. این صعود تاریخی در حالی بود که بازی‌های درخشان ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد. تصاویر ببینیم از خوشحالی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران پس از این برد شیرین. نگاهی کنیم به واکنش ها پس از برد این برد تاریخی ملی پوشان فوتبال زنان ایران. امیر ابتهاج نوشته کاش روزی بشه که درخشش زنانمون رو از تلویزیون ایران ببینیم، نه از شبکه‌های خارجی با هزار زور و زحمت. امیر قاسمی کاربر دیگه‌ایه که از مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران تمجید کرده و گفته از ایراندوست بزرگتر و با دانشتر در فوتبال زنان ایران نداریم در حال حاضر. الحق که نشون داد دختر نصرت ایراندوسته. نویسنده این توییت به نام دختر آوازخان هم از صعود تیم ملی فوتبال زنان نوشته و گفته مرسی از شما که برای تمام زنان ایران جنگیدید. نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار به پخش نشدن بازی تیم ملی فوتبال زنان مقابل اردن از صدا و سیما اشاره کرده و گفته همین روزها تیم فوتسال مردان در مسابقات جام جهانی و مسابقاتش از تلویزیون پخش میشه، اما ما برای تماشای همین بازی باید مدام از این لینک به اون لینک میرفتیم. چرا؟ چون یه سری صلاح دونستن فوتبال زنان سهمی از رسانه ملی نداشته باشه. و این کاربر که تماشاگر بازی فوتبال ایران و اردن بوده گفته اردن هم بازیکن با حجاب داره هم بی حجاب. اما این برد شیرین واکنش‌های بازیکنان تیم ملی فوتبال مردان ایران رو هم به همراه داشته. مرتضی پور علی‌گنجی ملی پوش ایران با این استوری پیروزی فوتبال زنان ایران رو بازتاب داده. کریم انصاری فرد دیگر ملی پوش فوتبال مردان ایرانه که نوشته تبریک به شیرزنان کشورم، مرسی که خوشحالمون کردید. و علیرضا جهانبخش هم با این استوری برد تیم ملی فوتبال زنان رو تبریک گفته. برمیگردم به تو پریسا. با ما بود در استودیو با بررسی رسانه‌های ورزشی. اما در ادامه خبرها به چند خبر اقتصادی هم بپردازیم. سخنگوی صنعت برق ایران میگوید صورت حساب مشترکان در سال جاری با 3 نوع افزایش تعرفه مواجه شده است. به گفته مصطفی رجبی مشهدی یک افزایش 7% در صورت حساب برق همه مشترکان اعمال شده و در مورد کسانی که بیش از الگوی منطقه‌ای برق مصرف کنند 16% دیگر هم به این رقم افزوده می‌شود. او اضافه کرد برای مشترکانی که مصرفی بیش از 2 برابر الگو داشته باشند میزان مصرف مازاد با نرخ متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. سخنگوی صنعت برق می‌گوید کمتر از 3% مشترکان برق مصرفی بیش از 2 برابر الگوی منطقه‌ای دارند. در روزهای اخیر شهروندان متعددی با انتشار قبوز خود در فضای مجازی از افزایش شدید هزینه برق در ماه‌های اخیر خبر داده بودند. مدیر کل خدمات مشترکان توانیر بگوید شرکت‌های بیمه از 2 دور مناقصه برگزار شده برای تعیین پیمانکار به منظور پرداخت خسارات ناشی از نوسانات برق به مشتریان استقبال نکردند. عبدالامیر یاقوتی اضافه می‌کند در دور اول هیچ بیمه‌ای حاضر به شرکت در مناقصه نشد و در دور دوم هم مدارک یک بیمه متقاضی تکمیل نشد و مناقصه به سرانجام نرسید. او می‌گوید به دلیل افزایش آگاهی عمومی از پرداخت خسارت قطعی برق و رشد قیمت لوازم خانگی مبلغ خسارات گزارش شده افزایش یافته و شرکت‌های بیمه‌ای مدعی‌اند که شرکت در مناقصه برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
معاون وزیر نیرو میگوید سال آبی سپری شده، خشک‌ترین سال نیم قرن اخیر بوده، اما سال آبی پیش رو هم سالی سخت برای کشور خواهد بود. به گفته قاسم تقی‌زاده خامسی سال آبی 1399-1400 با 37% کاهش بارندگی در مقایسه با میانگین 52 سال گذشته به پایان رسید و حجم آب در مخازن 199 سد ملی کشور نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است. معاون آب و آفای وزیر نیرو هم همچنین گفته سازمان هواشناسی پاییز امسال را خشک و زمستان را معمولی و زیر حد معمولی پیش بینی کرده است. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران با ما هستن. آقای غیبی، با این چشم‌اندازی که معاون وزیر نیرو ترسیم کرده از وضعیت بارندگی در کشور، آیا باید منتظر افزایش بحران باشیم هم در حوزه آب و هم در حوزه برق؟ در حوزه آب که ما به طور کلی با یک ورشکستگی آبی مواجه هستیم و این هم برمیگرده به دلایل بسیار زیادی که طی 14 دهه اخیر نادیده گرفته شده و در حال حاضر به این نقطه است ورشکستگی رسیدیم. ما بیشترین حجم مصرف آب رو در خاورمیانه داریم، 34% کل آب خاورمیانه در ایران مصرف میشه و 90% از آب مصرفی ایران در حوزه کشاورزی هست و اینها دست به دست هم داره تا در بحث آب امروز در شرایط ورشکستگی قرار بگیره. در حوزه برق هم همین اتفاق افتاده. ما 20% نیروگاه‌های کشور انرژی خودشون رو از طریق برق‌آبی تامین میکنن و تولید برق برق‌آبی دارن. این هم با توجه به این کاهش ها و کاهش ذخایر سدها حتما امسال به چالش برخواهد خورد. در حوزه بر پیش بینی میشه امسال زمستان مثل سال گذشته قطعی برق رو داشته باشیم، چون بحث بازگشت استخراج رمز ارزها به مدار مصرف رو داریم. از طرفی هم اعلام شده که در حال حاضر در تلاش هستن مصرف 80% نیروگاه‌های کشور که انرژی های فسیلی و گاز مصرف میکنن رو اونها رو تامین بکنن و قاعدتا در زمستان با مشکلاتی مواجه خواهد بود این اتفاق و ما باید شاهد افزایش مصرف و از طرفی شاهد خاموشی ها در حوزه برق باشیم. در حوزه آب هم که در ورشکستگی مطلق هستیم. آقای غیبی، این افزایش هزینه برق مشترکان اصلا چقدر قابل توجیه هست و چقدر امکانی رو داره که ادامه پیدا بکنه؟ افزایش قیمت گریزناپذیر هست. ببینید اصلا کلن صنعت برق کشور شاید بشه گفت ورشکسته است. دولت در حالی برق رو به متوسط هر کیلووات 100 تومان میفروشه که هزینه تولید اون از سوخت به قیمت فوق خلیج فارس، انتقال و توزیع اون هر کیلووات 500 تومان هست و دولت داره یارانه بسیار زیادی در این بخش هزینه میکنه. از طرفی هم شاهد این هستیم که کسری بودجه در حوزه برق هست برای بخش خصوصی که بخش 60% تولید برق کشور رو به عهده داره، همواره از دولت طلبکار هستن. کسری بودجه دولتی داریم. در حوزه سرمایه گذاری جذابیتی وجود نداره برای بخش خصوصی، گردش نقدینگی و اینها مشکل خورده طی چند سال اخیر، افزایش ظرفیت نداشتیم. تمام اینها دست به دست هم میدهد که قیمت تمام شده برق کشور بالاست و یارانه‌ای که میدهیم ناگزیر هست دولت از افزایش قیمت. از اون ور هم مصرف کننده با توجه به تورم، حقوق دریافتی و وضعیت معیشت و در اقتصاد خانواده ها توان پرداخت قبوض فعلی رو نداره، چه برسد به افزایش قیمت ها. به طور کلی افزایش قیمت ها گریزناپذیر خواهد بود و مصرف کننده ها از پرداخت اون با در پرداخت اون با چالش های بسیار مواجه خواهند شد. از توضیحات شما ممنونم. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی که از تهران با ما همراه بودید. چند خبر از سایر کشورهای جهان رو هم با هم مرور کنیم. ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد طالبان 4 نفر را به اتهام آدم ربایی در هرات اعدام کردند. گفته می‌شود پیکرهای این 4 نفر پس از تیرباران در 4 راه‌های مهم هرات به نمایش درآمده است. مشخص نیست که چه دادگاهی حکم اعدام این افراد را صادر کرده و در چه روندی اتهام آدم ربایی آنان ثابت شده است. ملا نورالدین ترابی، یکی از اعضای ارشد طالبان و وزیر عدلیه سابق این گروه، 2 روز پیش گفته بود مجازات اعدام و قطع دست در افغانستان از سر گرفته خواهد شد، اما دیگر در انظار عمومی اجرا نمی شود.
اما در خبر دیگر، کمبود بنزین در بریتانیا به تشکیل صف‌های طولانی خودروها در لندن منجر شد. رانندگان وسایل نقلیه در پایتخت بریتانیا برای ساعت‌ها در صف دریافت بنزین منتظر می‌مانند. همزمان بریتیش پترولیوم و اسوز، دو شرکت بزرگ گاز و بنزین در بریتانیا، هشدار دادند در هفته جاری ناچار به جیره‌بندی و تعطیلی برخی از پمپ بنزین‌هایشان شدند. در آخرین روز تبلیغات انتخابات سراسری آلمان، دو حزب رقیب سوسیال دموکرات و اتحاد دموکرات مسیحی همدیگر را هدف حمله قرار دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که آخرین روزهای حکمرانی خود را سپری می‌کند، در سفر به شهر آخن از آرمین لاشت جانشین خود در حزب دموکرات مسیحی حمایت کرد. او گفت یک شنبه روز تصمیم گیری برای ادامه ثبات در آلمان است. احمد صمدی همکارم از برلین با ما همراه است. احمد، به نظر میاد که در ساعات پایانی هستیم. چی پیش بینی میشه؟ نتیجه انتخابات به چه سمتی خواهد رفت؟ پریسا، خب همونطور که گفتی، در واقع الان آخرین ساعاتی هستش که خانم مرکل در واقع به صورت رسمی قدرت رو در آلمان داره و از فردا نمایندگان همین پارلمانی که در پشت سر من هست انتخاب میشن و تعیین خواهند کرد که صدر اعظم بعدی چه کسی خواهد بود. اما نکته‌ای که هست اینه که خانم مرکل امروز رفت به آخن و در اونجا از جانشین خودش آقای آرمین لاشت حمایت کرد و گفت که او شخصی بوده که در واقع به دنبال همبستگی هستش، او کسی بوده که برای اتحاد اروپا زحمت کشیده و در واقع گفت فردا مردم آلمان باید برای ادامه ثبات در این کشور رأی بدن. اما نکته‌ای که وجود داره، آقای آرمین لاشت اومد و به حزب رقیب خودش که الان با دولت خانم مرکل در واقع شریک هستند در دولت حمله کرد و گفتش که اینها برای اقتصاد مشکل زا خواهند بود و تاکید داشت که اگر حزب سوسیال دموکرات بخواد به قدرت برسه، در واقع اون چیزی که ما در 16 سال ساختیم رو از بین خواهد بود. اما حزب رقیب اومد و در واقع سعی داشت که در واقع به رای دهندگان مردد رو جمع کنه، دوباره بر کمک به افراد کم درآمد تاکید کرد و همچنین در خصوص متاسفانه به آخر برنامه نزدیک شدیم. متاسفانه باید خدافظی بکنم. ممنون که همراهی ما بودید. تا دقایق دیگر با مروری بر خبرهای اقتصادی با شما خواهم بود.